میاد روی مولکول دی ان ای حرکت میکنه، آنزیم دی ان ای گلیکوزیلاز میاد پیوند بین باز و قند رو میشکنه و باز رو از دی ان ای خارج میکنه. بعد یک آندونوکلاز میاد ناحیه آسیب دیده رو برش میده. بعد از اون یک دی ان ای فسفودیستراز میاد نوکلئوتید بدون باز رو برمیداره. بعد از اون دی ان ای پلیمراز یک میاد جای خالی رو پر میکنه و دی ان ای لیگاز محل شکستگی رو جوش میده. ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی. ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی رایج ترین شکل ترمیم در دی ان ای هستش و احتمالاً تو بیشتر موجودات ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی نسبت به بقیه ترمیم ها بیشتر صورت میگیره. در ترمیم خارج سازی نوکلئوتیدی در دو طرف نوکلئوتید آسیب دیده یه شکاف در تک رشته به وجود میاد. قطعه آسیب دیده همراه چند تا نوکلئوتید کناریش برداشته میشه. بعد آنزیم دی ان ای پلیمراز میاد جاهای خالی رو پر میکنه و آنزیم دی ان ای لیگاز میاد محل شکستگی رو جوش میده. ترمیم جفت شدگی ناجور. ترمیم جفت شدگی ناجور مسئول تصحیح خطاهایی که موقع همانندسازی دی ان ای پیش میاد. تو جفت شدگی ناجور دو تا نوکلئوتید اشتباهی به هم متصل میشن. تو ترمیم جفت شدگی ناجور آنزیم هایی وجود دارن که یا میان محلی که جفت شدگی ناجور در اون اتفاق افتاده مشخص میکنن یا میان مستقیما اون محل رو ترمیم میکنن. برای ترمیم آنزیم باید بتونه رشته والدی رو از رشته تازه ساخته شده تشخیص بده، چون نوکلئوتید نادرست روی رشته جدید وجود داره و باید این رشته جدید ترمیم بشه. مثلا تو باکتری اشرشیا کولی از سمت 5' به 0' توالی گوانین آدونین تیمین سیتوزین آدونین متیله میشه. این آدونین متیله شده به عنوان نشانه برای اعلام رشته والدی عمل میکنه و باعث میشه آنزیم های ترمیم رشته های داره جفت شدگی ناجور رو تشخیص بدن. پس رشته والدی تو باکتری اشرشیا کولی آدونین اون توی توالی گوانین آدونین تیمین سیتوزین متیله میشه. رشته دختری متیله نیستش. اگر یک جفت شدگی ناجور اتفاق بیفته، آنزیم ها میان این جفت شدگی ناجور رو تشخیص میدن و میان چند تا نوکلئوتید کنار اون رو هم برمی‌دارن. بعد از اون دی ان ای پلیمراز میاد جای خالی رو پر میکنه و دی ان ای لیگاز میاد محل شکستگی رو جوش میده. بعد از اون یک آنزیم متیل ترانسفراز میاد آدونین رو تو توالی گوانین آدونین تیمین سیتوزین توی رشته دختری متیله میکنه. نوع ترکیبی. به تغییر در مقیاس بزرگ در ماده ژنتیک نوع ترکیبی گفته میشه. نوع ترکیبی و جهش ارتباطی با همدیگه ندارن، ولی هر دوتاشون باعث تغییر تو ماده ژنتیکی میشن. نوع ترکیبی باعث آرایش مجدد ماده ژنتیکی میشه. نوع ترکیبی دارای سه شکل کاملا متفاوتی هستش، شامل نوع ترکیبی همتا، نوع ترکیبی موضعی و نوع ترکیبی ناروا. نوع ترکیبی همتا که به اون نوع ترکیبی عمومی هم میگن، توی نوع ترکیبی عمومی یا همتا دو تا مولکول مورد نوع ترکیبی از لحاظ توالی شباهت زیادی به هم دارن. توی نوع ترکیبی موضعی دو تا مولکولی که بینشون نوع ترکیبی اتفاق میفته فرق قطعی کوچیکی از اونها داره توالی مشابه هستش. توی نوع ترکیبی ناروا که به اون نوع ترکیبی غیر همتا هم میگن، بین دو تا مولکول مورد نوع ترکیبی شباهت بارزی از نظر توالی وجود نداره. نوع ترکیبی همتا یا عمومی بین دو تا مولکول دو رشته‌ای دی ان ای که به صورت خطی هستن و از لحاظ توالی نوکلئوتیدی شباهت زیادی به همدیگه دارن اتفاق میفته. اولی آنزیم آندونوکلاز میاد یه برش تک رشته‌ای توی نقاط روبروی هم توی دی ان ای ایجاد میکنه و باعث میشه که دو تا رشته‌ای مختلف به هم دیگه جوش بخورن یا متصل بشن و تشکیل محل تقاطع یا محل تبادل یا کراس آور بدن و در نتیجه تولید یه دونه هترو.
فرهنگی موقع. Nghĩ đó.